شما دوستان جان، اینجا چنل کریزی گروپ با همچنان اسم من یوکی و یاشا خان. گایز، قرار دومین فیلم از محصول کلن چیز دیگه ترکیه و سینمای ترک کلن بهتون بدم. اینو هم بگم که هر مجموعه دیگه ای، حالا مخواد در جمهوری آذربایجان باشه، بلغارستان باشه، قزاقستان باشه، هر مجموعه دیگه زیر مجموعه همون توی فهرست پخش موزیک ویدیو ترکی میره تا اگر به یک حدی رسید جدا کنیم هر بخشی رو. خب من میخوام بهتون فیلم تومروس یا تومیریس یا به ترکیه قزاقی تاخماروس که سال 1398 یعنی 2019 27 سپتامبر 2019 اومده، زبانش قزاقی، مدت تایم ویدیوش فیلمش 195 دقیقه است، بازیگراش نقش اصلی آلمریا تورسان که اینستاگرامشو من فالو دارم، توی فالوینگ های من توی اینستاگرام هم میتونید برید نگاه کنید، و نقش کوروشی که توی اون فیلم هست اسمش غسان مسعوده که نوشته که توی اون فیلم بازی کرده. این فیلم بیوگرافی تحمورس که توی شاهنامه اومده و تومریس که توی گفته های هرودوت تاریخدان یونانی اومده و ملک تاخماروس که میگه نیاز به گفتن نداره، کلن از بچگیش تا مردنش، البته مردنشو نشون نمیده، تا موقعی که بکنم کوروش شکست میخوره تا اونجا بیشتر نشون نمیده. ما با اینش کار نداریم که درست هست یا غلط، اول ما ریاکشن رو روی تریلر فیلم میریم، بعدش میایم صحبت میکنیم، چون این فیلم خیلی جای صحبت داره که اصلا واقعی هست، واقعی نیست، بر اساس چی ساختن و هزاران هزار چیز دیگه. تایم ویدیو 1:32 است، برای همین ریاکشن زیاد چیز نمیشه و از چنل قزاق فیلم که انگلیسی هم نوشته میشه، حالت روسی توریش هم یعنی امبای روسی توری هم نوشته، 188,000 دنبال کننده داره تو یوتیوب، میتونیم برید نگاه کنیم و به احتمال زیاد ویدیوهای بیشتری هم داشته باشه و تا الان هم این ویدیو 124K ویو خورده، 70 نفر کامنت گذاشتن و 756 نفر لایک کردن. اون 42 میلیون مجموع ویدیوهاش بود، 343 تا ویدیو داره مجموع ویدیوهاش بود. پس بریم یه وقفه 20 ثانیه بگیریم بیایم تا ببینیم دیگه چی کار میکنیم. با من همراه باشیم، Let's go. خب گایز، برگشتیم، بریم سریع بگیریم که من دارم میپزم. لیون کینگ هم که همیشه هست و حاضر، حی و حاضر است، بدون این چرب زیادی بریم پلی بدیم، بزرگ کنیم. Маңа қақадаш вәулер ерді, емті маңа тұлғы. Қа?
جان در ساق. منا ارتوچه. آکان ساتایا آیقیار سنا منا قیالتش منا دورکچ سنا اوبر سونجدا Можа китер. قبلیه که رد شد، یعنی ایشون همون قصد مسعود بود فکر کنم، همون کسی که نقش کروش رو بازی کرده توی فیلم. واو. خب گایز، بدون هیچ حرکت زیادی ما سکر رکورده رو قطع برم و این قطع شد گرفت. بله بله، از اون بلایی یه بار. خب پختیم ما. این فیلم بر اساس نوشته های هرودوت، تاریخدان یونانی، و بقیهشون دو سه نفر دیگه هم تاریخدان یونانی داشت. خود هرودوت فکر کنم 100 سال یا 170-180 سال بعد از بکنم همزمان با داریوشینا بود دیگه، یا چی داریوشینا بود فکر کنم بعد انقراض هخامنشی اومد اطلاعاتش رو جمع کرد، 170 سال 100 سال بعد چیز اطلاعاتش رو اومد جمع کرد و کلا در مورد هر چیزای تاریخی که داشت. ببینین، ما فقط میخوایم دو تا کار بکنیم. یک، اینکه این فیلم انصافا قشنگه، بدون هیچ چیزی اومده بیوگرافیشو از تومیریس یا همون تاخمارس اومده، از بچگیش، بزرگسالیش، ازدواجش، برای اون کشته شدن شوهرش، بعد هر چی که بوده رو اومده گفته و زیاد مانور نداده بر مبنای این قضیه که نمیدونم کوروش چی میشه، چیکار میکنن، میدونین، یعنی زیاد نجات پرستانه نیست، یعنی اصلا نجات پرستانه نیست. اونا اومدن یک قهرمانی رو اومدن گفتن. خب این از این قسمتش. اما اون نکته هایی که از لحاظ باستان شناسی وجود داره و نوشته های تاریخی که هست، حالا مرگ کوروش کجا اتفاق افتاده، جسدش کجاست، یا هر چیز دیگه ای، اونا هنوز در حاله ای از ابهامه. در حاله ای از ابهامه یعنی چی؟ یعنی که هیچ کس با قطعیت نمیتونه رد بکنه، نمیتونه ثابت بکنه تمامی اون اتفاقای تاریخی که افتادن، اونایی که منظور هرودوت گفته و ثبت شده، منظور اونایی که افتادن و اونایی که از لحاظ مکانی مذهبی مکانی هستش، یعنی مثلا از قبرش گرفته تا هر چیز دیگه، نمیشه موقعیت گفتش که بله اونا دارن راست میگن، یعنی اونایی که دارن از حق خودشون دفاع میکنن، یا اینا دارن راست میگن که میگن ما فقط بودیم، میفهمین؟ چون نکته هایی هم این سمت هست، نمیشه نادیده گرفتشون،
دوره های فرهنگی وجود داشته، به هر حال نقش و نگاری داشتن، سنور سفال یا هر چیز دیگه میکشتن و این سمت هم به هر حال غرور و افتخاری وجود داشته، حکومت متحدی وجود داشته، امنیت و آرامشی که حالا وجود داشته. حالا کار نداریم که چه اتفاقایی توی افتاده، ولی کلن این قسمت ها هست. ولی توی هر دوتا این دیدگاه باید یک چیزی رو حذف کنیم، اون هم دیدگاه مقرزانه سومه. دیدگاه مقرزانه سوم یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا مخصوصا در مورد این فیلم و فرهنگ هایی که این وسط جا به جا میشن، چون ببین اقوامی قبل امپراتوری پارس وجود داشته، اقوامنشان وجود داشته، گوتی ها بودن، کاسی ها بودن، نمیدونم ماناها بودن، ماتها بودن، تاتها بودن، خیلی ها بودن که الان خیلی هاشون الان دنبال میراثدار بودنشونه، یعنی خودشون رو وصل کنن به اون، از آشوری ها گرفته تا لک ها گرفته، لور ها گرفته، چهارمحالی ها گرفته، کرد ها گرفته و ترک ها گرفته، همه شون. و این وسط بین خودشون برها بحث ها و به دبستان ها درگیری هایی هست، چه از طرف اون افرادی که ایران شهر میکنن، چه افرادی که داداش میان میگن که بله ما این بودیم، ما قدمت داریم، ما چیز بودیم، ما اقتدار داریم، ما تو کل مثلا چی کاریم. ولی این وسط یک دیدگاهی هم وجود داره که میخواد از بین تفرقه این افراد سوء استفاده بکنه به نفع خودش. یعنی چی؟ اون دیدگاه مقرزانه چی؟ دیدگاه دینیه. میاد میگه که بله اگر اینا با اینا، منظور اقوام که تو این محدود جغرافیایی بودن، بیان و با افرادی که ایران شهر میکنن و بندازیم به جونه هم، خیلی راحت میتونیم به حکومتمون استمرار بدیم و ادامه بدیم بدون هیچ مشکلی و هیچ حرفی و به قول گفتنی تفرقه بنداز و حکومت کنه. من نه این سمت رو قبول دارم نه اون سمت رو قبول دارم تا موقعی که مدارک هم دیگر رو بتونن نقض بکنن. میفهمی چی میگم؟ بتونن نقض بکنن مدارک هم دیگر رو، بمیدن که بله شما این استدلال و دلایلی که میاری اینه. ولی این وسط میگم، حالا چه این سمت باشه چه اون سمت باشه، این دیدگاه دینی رو باید بردن دیدگاه ملی و تاریخی باید به این قضایا نگاه کرد. میفهمین دارم چی میگم؟ مثلا من یک مثال براتون بزنم. من یک مدتی که برای همین کارهای سربازیم و اینا بسیج و اینا میرفتم، اونجا میومدن کوروش رو تخریب میکردن و میگفتن که آره این نمیدونم گاف پرست بوده، شاشش بود مدفوع، فضولات گاف رو مصرف میکرده و چیکار میکرده. بعد افرادی هم بودن که میومدن تایید میکردن یا تکذیب میکردن. من بعدش که یکی از دلایلی که اصلا من رفتم باستان شناسی خوندم همین بود که خودم برم کشف کنم، چون نه من به نوشته های تاریخی زیاد مطمئنم نه هیچ، خودم برم و بفهمم اون برای من قابل استناد است. یعنی شما چیزهایی که روی سفال مثلا پیدا میکنیم، فرهنگ هایی که روی سفال هست، زر به سکه هایی که انجام میشه، انتقال فرهنگ هایی که معلوم میشه از نوع ساختمون ساختنشون، سفال درست کردنشون، کوره هاشون یا اسب سواری هر چیز دیگه شون، میشه مثلا انتقال فرهنگ از شرق به غرب رو، مثلا از تپه های توی ازبکستان تا تپه ازبکی، حتی لایه های مثلا تپه حسنلو رو شما ببینید میفهمین که داداش اون
دیدی که بهتون دارن میدن این نیست. یعنی مثلا هم اسب فیتون بزن که بغلش رو بستن و همون جلو رو میبینه، شما باید خودتون برین کشف کنین و بدون دیدگاه هم مغرضانه باید این کار رو بکنین تا به یک حقیقتی برسین و به همه چیش افتخار بکنین. به این که این داداش ما قبل تر از اینا بودیم، این که داداش ما میفهمین خیلی از کارا رو ما قبلش کردیم، مهد تمدن بودیم و هر چیزی دیگه ای. چون میدونی این محدوده جغرافیایی که حالا اسمش ایرانه یا هر چیز دیگه ای هست، نه صاحبش ما هستیم نه قبل تر از ما هستن. این محدوده در طول حالا محدوده های دیگر همینه، در طول زمان در حال گذر بودن. یعنی چیزی نیست که تو بگی داداش من از همین اولش مال همینجا بودم. حتی همون سومری ها، ایلامی ها، نمیدونم اکدی ها، بابلی ها یا هر کسی دیگه، داداش من مگه از همونجا بودن؟ اومدن اونجا ساکن شدن، معلوم هم نیست منجایشون گوجست. بعضی میگن از شمال اومدن، بعضی میگن از جنوب اومدن، بعضی میگن از آفریقا اومدن و خیلی 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 هنوز برای کشف حقیقت اینا ما فاصله داریم. ولی مطمئنن اون دیدی که دید ادیانی، منظورم حالا ادیان ابراهیمی یا هر دینی دیگه، اون دیدگاهی که بهتون میده اون قطعا درست نیست در مورد تاریخ. قطعا درست نیست برای اینکه اون شواهد، هر شواهد علمی که مثلا بیاد پیدا بشه، کشف بشه یا هر چیز دیگر رو نادیده میگیره و میاد میگه که داداش من، یا میاد به نفع خودش استفاده میکنه، میگه دیگه تو فلان جا نوشته دیگه، شما چرا دارین این کارو میکنین، تو عهد عتیق نوشته دیگه، یا مثلا توی قرآن نوشته هر جای دیگه، یا اونطوری میاد چیز میکنه، یا اینکه به هر حال نمیاد بگه من اشتباه میگم، میفهمین؟ ولی میخوان که چی میگن؟ میخوان که کار خودشون پیش بره با این کارشون. یعنی شما بیاد سر این مسائل کوچیکی که در گذشته بوده با همدیگه مثلا سر جنگ و دعوا داشته باشین، سر بحث داشته باشین و بیان خیلی راحت قراردادی امضا بکنن، توافقی امضا بکنن و با قول گفتن این ثروت های ملی رو به فادر مادر بدن. خب گایز، یکم بحث به هر حال میدونین دیگه، همه اینا تنیده است، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، فیلم، هر چی و هم دیگه تنیده است، نمیشه با یک زاویه رفت جلو. ولی من پیشنهاد میکنم از هر چی که هستیم داخل ایران، سنی، شیعی، ترکی، فارسی، عربی، بلوچی، هر چی هستی، این فیلم رو یا امثال این فیلم هایی که ساخته میشن ببینین که من فیلم هایی میگم که مغرضانه نیستن و من اصلا پیشنهاد نمی کنم فیلم 300 رو ببینین، چون دیگه در اونجا دیگه چیزی هست که داداش من این چیزی رو نشون میدن که حتی منو به تاریخی هم نیست، یعنی یه چیزی برای خودش ساخته. خب ولی این دیگه بر اساس گفته های تاریخی، بر اساس موارد باستان شناسی، بر اساس اون کنکاوی که توی مثلا لوح های زبان ترکیه باستان انجام شده یا هر چیزی دیگه اومدن این کار رو انجام دادن. و یک چیز دیگه اینه که داداش به شما مدال نمیدن که شما این افتخار رو داری، این حرکت رو زدی، شما فقط میتونی از دیدن این فیلم بدون هیچ دیدگاه مغرضانه‌ای لذت ببری. و به نظر من این فیلم ارزش اینو داره که ببینین و چه از قبل دارین چه بعدش دارین دیدگاه مغرضانه‌تون رو بذارین کنار و بیاین ببین واو چه اطلاعاتی به من داد، چی مثلا چه نوع زندگی داشتن، چه فرهنگی داشتن اون موقع. یا مثلا یکی از فرهنگایی که داخل فیلم نشون میده اینه که عروس خودش حالا مثلا با دومات کشتی میگیره یا هر کاری دیگه میکنه
بعدش میره انتخاب میکنه اون فرد رو. یعنی مثلا این یکی از فرهنگی که میشه اونجا نگاه کرد، مثلا فرهنگ کمانگیری روی اسب، یا مثلا یکی از چیزایی که دیگه که داخل فیلم میتونید شما ببینید همون نقشه فرار و گریز و فرار چیه، همون نقشه ای که توی جنگ حران فرمانده سورنا این کار رو انجام داد، یعنی اشکانیان بودن دیگه. یعنی این نوع مثلا سابقه جنگی، جنگ و گریز بهش میگن، یادم اومد این نوع مثلا سابقه جنگی برمیگرده به این، حداقل بر اساس این فیلم برمیگرده به این که بله میرن میان فرار میکنن، روی اسب تیراندازی میکنن. شما الان ببینید سکه های اشکانی رو ببینید، یک سمتش داره تیراندازی میکنه روی اسب، و میگن تفاوت فرهنگ و انتقال فرهنگ و اطلاعات علمی بهتون میده که فراتر از این دیدگاه هاست، بحث هاست. و به نظر من این نوع فیلم ها که نه توش تخیلیه مثل گیم آف ترون یا بقیه و هر چیز دیگه، مثلا سریال وایکینگ ها به نظر من خوبه، برین ببینید، این هم خوبه برین نگاه کنید، یعنی چیزی که بهتون اضافه میکنه به علمتون، به اطلاعاتتون، اطلاعاتتون. مرسی که با من تا اینجا همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب الاسکی یادتون نره. اصلا نمیدونم ویدیو چقدر شد، ولی این بحث ها باید گفته میشد، چون قطعا من از این فیلم میومدم تعریف میکردم که قابل تعریف هم هست، میومدم گفتم که آره تو چون فلانی، تو چون بهمانی میای تعریف میکنی، نمیدونم تو چشاتو بستی، تو دیدگاه بسته‌ای داری و این چیزا، من باید میگفتم که داداش این نوع فیلم ها گفتم بهتون خیلی بهتر از اینن که شما بشینی و صحبت فقط بکنی، اینطوری حداقل اطلاعات علمی داری و قشنگم از فیلم لذت میبری. این گونه فیلم ها کلن. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب الاسکی یادتون نره. اول از اینکه سلامت باشین، دوم از اینکه روز خوب داشته باشین، سوم از اینکه دوستتون دارم خیلی زیاد. در طول ویدیو یا اینور یا اینور علامت تعجب میاد که 5 تا از فهرست پخشام داخلش هست. تمام آدرس فضا مجازی منو تو دیسکریپشن هست، میتونید برید نگاه کنید و با ما در ارتباط بشین. در ثانیه آخر ویدیو هم که ویدیوهای پیشنهادی براتون میاد، حتما در این موردی که بهتون گفتم کامنت بذارین و در بحث با ما شریک بشین. شاید تو بحث اسطوره شناسی یا باستان شناسی، حالا یا من یا ایجی فرق نمی‌کنه، این بحث رو ما ادامه بدیم و صحبت بکنیم. اگه خواستیم ما با هم دوتایی با هم صحبت کنیم یا جواب و کامنت های شما رو بدیم، فرق نمی‌کنه. پس شاد باشین و شادی رو انتقال بدین. ممنون که در اینجا با من همراه بودین. خدا نگهدار.